به نام خدای وفادار و عهد، ایرانیان سلام. عصر نهمین روز از دی ماه شما به خیر. ممنونم که با خبرنگاران جوان رو تماشا میکنید. موتور با خبرنگاران جوان امروز اول با نیشگون گرفتن از اهالی هنر شروع میشه. البته این هفته پای ورزشی ها هم به نیشگون برابچه های فرهنگی ما باز شده. سلام، این هفته همین اول کاری نیشگون رو میسپاریم به اهالی هنر تا خودشون بدونن و دست منتقدشون. اگر بخوام نیشگون بگیرم میرم تو قسمت حساسیت هایی که بعضی وقتا باعث میشه که سرمایه از صنعت سینما فرار کنه. من نیشگونم رو گرفتم. خواهی نیشگون از بعضی خواننده‌های زیرزمینی بگیری چی میگید بریم؟ بیان روی زمین. یه سری حواشی هم جدیدن خب دوروبر خواننده‌های موسیقی پاپ هست و بحث این سایت های غیر مجاز و سایت که واقعا ما این وسط هیچ نقشی نداشتیم و هیچ دخلی واقعا به ما نداشته. آقای مایلی کهن چند روز پیش دوباره به علاقه خودش نسبت به یه مطرب اونور آبی تاکید کرده و گفته نقش اون کمتر از چهره‌های انقلابی مثل دکتر شریعتی و آیت الله طالقانی نبوده. حالا انصافاً خودتون بگید واکنش نیشگونی ما به این حرف شما چطور باید باشه؟ باید بهمون بر بخوره. اون که جای خودش، نه به ما، بلکه به خیلی ها بر میخوره. اما کاشکی همه ی حرفاتون مستطیل سبزی بودن با اون همه طرفدار و خریدار، نه قصه ی ویالون زنای لس آنجلسی. چند وقت پیش یک کشتی روسی قدیمی توی استان گیلان از زیر خاک پیدا شد، اما میراث فرهنگی این استان پول بیرون کشیدن این کشتی از زیر خاک و مرمت اونو نداشت. حالا هم دارن به هر دری میزنن تا برای بیرون آوردن این کشتی به گل نشسته اعتبار بگیرن. البته شاید این کشتی توی گل بمونه بهتر باشه ها، چون احتمالاً بعد از اینکه یه بودجه بهش اختصاص داده بشه برای بیرون آوردن این کشتی از دل خاک، بعداً هزینه های نگهداریشو نمیتونن بپردازن، مثل بخشی از آثار تاریخی پاسارگاد که اونو کشف کردن اما بعد از اینکه از زیر خاک بیرون آوردن متوجه شدن انگار بودجه نگهداریش خیلی سنگینه. برای همین دوباره خاکا رو برگردونن سر جای اول، به همین سادگی. ما که نفهمیدیم این مدرسه عالی سینما کجاش عالیه که هر روز هم یه عزل و نصبی داره هم حاشیه. ما این همه آموزشگاه سینمایی داریم، این همه مدارس سینمایی، این همه فارغ التحصیل داریم از دانشگاه ها. تأسیس چنین تشکیلات آموزشی آن هم در بد و امر، آیا بیشتر شخصی و متکی بر سلایق فردی و عرض کنم که طبع شخصی آدم ها نیست؟ اصلا شما عالی، مدرسه‌تونم عالی، فقط ما موندیم توی این همه فارغ التحصیل بیکار عالی. چرا بعضیا خودشونو زدن به بیخیالی؟ سوژه‌های فرهنگی و هنری خودتون رو از راه سایتمون به نشانی yjc.ir قسمت نظرات ویدیو نیشگون و یا از راه سامانه پیامکی 302394 ارسال کنید. تا هفته بعد، خدا نگهدار. ورزش المپیکی و پرمدال تکواندو دوباره در حاشیه. بعد از اینکه مربی و چند بازیکن از رشته‌های رزمی ترجیح دادن از تاتمی داخل به رینگ‌های خارج از کشور مسافرت کنند، در جدیدترین این سفرهای بی بازگشت زمزمه قهرمانان هوگوپوش هم شنیده میشه. رزمیکاران در آن سوی مرزها. در فاصله 8 ماه تا المپیک ریو، اهالی تکواندو یکی از مدال‌آورترین رشته‌های المپیکی ما بعد از مجمع پرسر و صدایی که برگزار کردن، حالا روزهای پرحاشیه‌ای رو سپری می‌کنن. پولادگر الان نزدیک 20 سال توی فدراسیونه.
ما فدراسیون یه مدیریت یه نواخ پیدا کرده. الان ورزش حرفه‌ای دنیا یه ورزشی که روز به روز داره پیشرفت می‌کنه، روز به روز سیستمش داره عوض میشه. به نظر من باید مدیریت اونم به روز باشه، ولی مدیریت ما به روز نیستش. موضوع بر سر دلخوری‌های قهرمان المپیک لندنه که از فدراسیون نشین‌ها دل پوری داره و تصمیم گرفته فعالیت ورزشی خودش رو از این به بعد در خارج از کشور ادامه بده. تمام فدراسیون‌هایی که قهرماناشون تونستونن تو المپیک 2012 مدال بگیرن همه از قهرماناشون تجلیل کرده بودن، ولی از بنده هیچ تجلیلی به عمل نشد. رفتار خیلی ناشایست میشد تو اردو، در شأن یه قهرمان المپیک نبود که باش اینجور برخورد بشه تو اردو. خیلی راحت از من گذشتم با اینها که من تو مسابقات آلمان تونستم خوش بدرخشم و مدال طلا کسب کنم، ولی اینا از حق من گذشتم و این بی احترامی ها و این بی توجهی ها باعث شد که به هر حال من تصمیم بگیرم که برای سرنوشت خودم توی کشور دیگه بخوام فعالیت کنم. علی‌رغم تمام تلاشایی که کردیم تا در این خصوص با رئیس فدراسیون صحبت کنیم، ولی متاسفانه موفق نشدیم تا با هیچ کدوم از مسئولان این فدراسیون صحبت کنیم. حالا در این بین مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران و مشاور وزیر ورزش نظر دیگه ای داره. من میدونم همیشه به یه حریفی که تو وزنمه به حساب زورم نمیچربه و انتخاب نمیشم، لذا دوست دارم هم در صحنه های بزرگ بین المللی حضور داشته باشم. تصمیم میگیرند این شکل نگاهشون، نگاه این نیست، کشورم دوست دارن، ملتم دوست دارن. ولی کار فقط به رفتن معتمد ختم نمیشه و تو سالهای اخیر برخی از رزمیکارای دیگه هم بودن که برای فعالیت ورزشی توی کشورهای دیگه بار سفر رو بستن. مثلا خانم راحله آسمانی، خانم دینا پوریونس، احمد محمدی. مسابقات سال گذشته آلمان بود که بین مللمون اونجا. جودو هم یکی دیگه از رشته های رزمیه که رفت و آمد توش کم نیست و افرادی مثل غفار، رجبی و شکیبی از ایران رفتن. خیلی از ما ممکنه اون توقعات که داریم در جامعه و اتفاق نیفته، ولی نمیریم پناهنده بشیم. این که یه ورزشکاری به این بهانه ها خدای نخواسته بخواد پناهنده بشه، این فکر میکنم بیشتر بهانه جوییه، چون عشق به وطن و عرقیت به کشور خارج از این حرف هست. البته انگشت شمارن کسانی که رفتن و حالا هیچ نامی ازشون در عرصه های ورزشی نیست. استعدادهایی بودن که شاید با توجه ویژه به اونها میشد جلوی این کوچ رو گرفت. اما در پایان این نکته رو هم باید اضافه کنیم که غالب رزمیکارا بدون نگاه به حمایت، جایزه و تشویق و تنها برای اهتزاز پرچم سرنگ و مقدس کشورمون مردانه می جنگند. شما بیننده با خبرنگاران جوان نهم دی ماه هستید. اهدای عضو، اهدای زندگی. فرهنگسرای نیاوران میزبان خانواده هایی بود که فرزندانشون اهدای عضو کرده بودند و خبرنگار ما هم سری به این مراسم زد. جشن اهدا کنندگان اعضا که مهمانانش سفیران اهدای زندگی هستند. جشنی که خانواده های اهدا کنندگان اعضا را گرد هم آورد تا آخرین سکانس از فیلم زندگی عزیزانشان را دوباره اکران کنند. من میخوام به لحظه های قبل از مرگ فکر کنم. من به خود مرگ فکر کنم. به مرگ خودم میتونم فکر کنم، ولی مرگ عزیزانم نمیتونم فکر کنم. من به یه مرگ با شکوه فکر میکنم، به مرگی که زندگی هر میده. هر روز 8 تا 10 نفر ایرانی هموطن ما به خاطر نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنن. از بچگی مشکل ریوی و عفونت ریه رو داشتم که سال به سال تشدید شده و الان تو لیست انتظار هستم. پسر من مرگ مغزی شد به خاطر اینکه قلبش مشکل داشت. چند سالشون بود؟ 16 سالش. 8 عضو اصلی شو دادم با گفتن 99 تا نسوجات بدنیش. فرزند من 23 سالش بود. بر اثر سکته مغزی 3 عضو بدنش رو اهدا کردن. همین که
خودش خواسته بود این کار رو انجام بدم، الان که دارم میام توی محفلایی که برگزار میکنن خیلی خوشحال میشم. اگرچه بخشش خانواده های عزیز مرگ مغزی خیلی زیاده، ولی هنوز ما در نیمه راه هستیم. برخی خانواده های اهدا کننده هم آرزوها و خواسته هایی دارن. این خواهش از بیمارستان چند بار کردم که عروسیش منو دعوت کنه، چون خیلی عروسی پسرم آرزو داشت. خیلی از خانواده هم هستن که عزیزشون مرگ مغزی شده و بعضی وقتا خب راضی نمیشن. اهدای عضو نیاز به یه فرهنگ سازی داره، نیاز به این داره که این فرهنگ سازی تداوم داشته باشه. اما این روزها نمایشگاهی از عکس‌های اهدا کنندگان اعضا در فرهنگسرای نیاوران برپاست که در آینده تبدیل به کتاب خواهد شد. این اولین گالری اهدای عضو در کشور هست که عکس‌های منتخب از این گالری مربوط به کتابی هست به نام کتاب یک مساوی 8، یعنی هر مورد مرگ مغزی میتونه اهدا کننده 8 عضو باشه. ماه آینده هم کتاب گالری پیوند اعضای بیمارستان مسیح دانشوری رونمایی خواهد شد که شامل عکس‌های گیرندگان و اهدا کنندگان پیوند اعضا است. اگر مایلین عضو کانال تلگرامی ما بشین، توضیحات همکاران من رو بیننده باشید. زودتر از همه از آخرین اخبار ایران و جهان با خبر بشید، اون هم در پیام رسان تلگرام. برای این کار باید عضو کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران باشید. این کار خیلی ساده است، کافیه وارد سایت yjc.ir بشین و روی بنر کانال تلگرامی ما کلیک کنید. اگه با تلفن همراهتون سایت ما رو باز کرده باشید، بنر تلگرامی ما اینجاست، و اگه با رایانه شخصیتون خواستین این کار رو بکنید، کافیه روی بنر کانال تلگرامی ما که سمت چپ صفحه است کلیک کنید. بعد از اون کافیه به انتهای این خبر برید و با کلیک روی عضویت در کانال تلگرامی وارد دنیایی از خبرها در پیام رسان تلگرام بشید. راستی یه راه راحت‌تر هم هست، اینکه @yjcnewschannel رو تو خود تلگرام برای یکی از دوستاتون بفرستید و بعد روش کلیک کنید. با این کار شما هم به خانواده بزرگ 200,000 نفری کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران اضافه میشید. و حالا معرفی پربازدیدهای سایت باشگاه خبرنگاران جوان با همکارمون خانم گودرزی در تحریریه. سلام بر شما. بنده خدمت شما آقای مقامی و همه بینندگان از عرض سلام و احترام دارم. امروز گزارشی داریم از استقبال رزمندگان مدافع حرم از حاج قاسم سلیمانی و سخنرانی سردار که به زبان عربی هستش. این گزارش همراه با فیلم هست از شلیک راکت قایق‌های تندروی ایرانی در نزدیکی یک ناو هواپیمایی آمریکایی براتون گزارشی داریم. در صفحه فیلم و صوت ما گزارش‌های متنوعی هست، از شکار ویژه یک تیرانداز رزمنده تا زنده به گور کردن یک مسلمان در حال گفتن شهادت که میتونید در قالب فیلم ها رو ببینید. همکاران ما در گروه ورزشی از درگیری وحشتناک بازیکنان در تمرین براتون فیلمی رو آماده کردن. سیر چینی هم به بازار آمد اما نخرید، این عنوان گزارش همکاران ما در گروه علمی پزشکی. همه این اخباری که خدمتتون عرض کردم رو میتونید روی سایت ما به نشانی yjc.ir مشاهده بکنید. سامانه پیامکی 302394 هم پل ارتباطی ما با شماست. ممنونم از اینکه سوژه ها و پیامک های خودتون رو با ما در میون میذارید. مقامی اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم. از شما متشکرم خانم درزی. اما شما میتونید از طریق شناسه شهروند YJC در پیام رسان تلگرام خبرنگار ما باشید. کافیه قبل از ارسال اتفاقات و سوژه های خودتون شماره 0930-319-47 رو در گوشی خودتون ذخیره کنید. اما ببینیم امروز شهروند خبرنگاران چه سوژه هایی برای ما ارسال کردن. سلام، شما میتونید سوژه های خبری خودتون رو از طریق پیام رسان تلگرام به ما ارسال کنید. اینجا رودخونه زیبای حراز منطقه مروارید، معروف به مروارید. اینجا همونطور که در فیلم میبینید کلیه این پرورش ماهی ها حریم رودخونه رو اشغال کردن، یعنی تا حریم رودخونه ساخت و ساز کردن. این آشغالایی که میبینید شهردار شبانه آتیش میزنه، میدان مرکز تربار شبانه این آشغال رو آتیش میزنن به خاطر حملشون که کارشون آسان باشه. انشالله که هوای تهران هم یه روز خوب میشه. اینجا
اینجا بیمارستان سید شهدای اصفهان. شما میتونید از طریق این پیام رسان سوژهاتون رو به نام خودتون با هزاران نفر به اشتراک بگذارید. وقتی لباس زیبای بختیاری در ویترین نگاه مشتری ها جا خوش میکنه، این کارآفرین کشورم با احیای این لباس محلی حسابی کاروبارش سکه شده. 15 ساله که کارشو در یه کارگاه کوچیک شروع کرده. قبلا تو خونه کارا رو انجام میدادم. من اومدم این کارگاه رو زدم اینجا. خانم موسوی بانوی کارآفرین علی گودرزیه که تونسته با دوخت لباس محلی بختیاری بخشی از فرهنگ مردم بختیاری رو احیا کنه. خدا نشو خیلی کارم خوبه. رونق گرفته کارم، لباسم خیلی استقبال میکنن. این بانوی کارآفرین علاوه بر احیای این لباس زیبا تونسته برای چند نفر هم شغل ایجاد کنه. 3 سال مشغول به کار هستم. وقتی اومدم اینجا رو دیدم دیگه علاقه من شد به لباس محلی. استقبال خوبه، درآمدزاییش هم شکر خدا خیلی خوبه، ما راضی. لباس های محلی علی گودرز از تنوع فوق العاده ای از نظر رنگ و پوشش برخوردارن که قدمت این لباس هم نقوش و آثاری که ما در مکان های تاریخی و این منطقه به دست آوردیم و مناطق بختیاری نشین نشون میده که لباس واقعا قدمت دیرینه ای داره. در مناطق روستایی و اشعری کاملا استفاده میشه، چه بین زن ها چه بین مردا، و فقط داخل موزه ها نیست لباس بختیاری. به یکی از روستاهایی رفتیم که بیشتر اهالی این روستا هنوز هم لباس محلی رو میپوشن. 60 ساله که این لباس میپوشم. ما زیاد علاقه به لباس داریم چون که این میراث ما از بزرگا برامون مانده یادگاری. یکی از پوشش های مردم بختیاری همین لباس محلی در رنگ های مختلف که در بیشتر روستاهای شهرستان علی گودرز و استان لرستان هم مردم هنوز این لباس رو میپوشن. جشنواره فیلم عمار 6 ساله شد. جشنواره‌ای که تو این سالها تونسته در کنار جشنواره‌های با سابقه تر در مخاطب شناسی خوب عمل کنه. جشنواره عمار یار سینمایی حماسه 9 دی. چراغ جشنواره عمار در سال 89 با سالگرد حماسه 9 دی ماه روشن شد و حدود 20 اثر در آن دوره به نمایش درآمد، به طوری که ساختار متفاوت این جشنواره در سینمای کشور چشمان زیادی را به خود جلب کرد. هر چی ما داریم می‌بینیم جلوتر جشنواره عمار داره پخته‌تر میشه، نظمش، اجراش، کیفیت کارها خیلی خوبه. فیلمسازای خیلی خوبی که تو برنامه خودم مفهش نمونه داشتم که میهمان برنامه بودن، کارهای خیلی عالی ساخته بودن. امسال هم کارهای بکی که با جونشون بازی کردن، مطالب خیلی بکر از جهان اسلام. نقطه عطف عمار اکران مردمی اون در مکانهای خاصه که به قول خود فیلمسازان این جشنواره مسیر تازه‌ای رو برای جذب مخاطب انتخاب کرده. این کارها و تولیدات ما به صورت پک‌های فرهنگی به دست مردمی میرسه که خودشون مسئول برگزاری این اکران‌ها هستن در سراسر کشور. تقریبا تمام استان‌های کشور عمار حضور داره در نقاط بسیار متنوع، از مهد کودک ها تا مساجد، تا دانشگاه ها، تا پارک ها، تا محیط های خصوصی مثل به اصطلاح حسینیه ها، خانه شهدا. آثار این جشنواره حاصل تلاش جوانهای متعهدی است که دوربین به دست گرفتند و در پی کشف حقیقتند. کاری که در جشنواره عمار دارم اسمش مستند معلمه، یک کار دیگه هم اسمش فاتحان فردا. جفت این کارا در مورد بچهای افغانستانی است که توی سوریه میجنگه. برای اولین بار ما تونستیم توی رسانه ها اینو مطرح بکنیم. فیلمساز باید بیا تو تاریکی ها چراغ قوه مندازه برای مردم. فیلم های این دوره از جشنواره عمار از 9 تا 16 دی ماه در سالن های سگانه سینما فلسطین تهران به نمایش در می آید. اثر انگشت از این به بعد اثر کارت ملی و شناسنامه رو در احراز هویت از بین می بره. ما از 15 دی ماه اثر انگشت در تهران و اسکنش الزامی میشه برای تمام دفاتر اسناد رسمی و در سطح کشورم اجرایی شده. دستگاه اسکنری هست که متعاملین که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکنن با اسکن اثر انگشتشون به کلی دیگه مشخص میشه. کسی که مراجعه به دفترخانه کرده حتما خود اون متعاملی است یا اون مراجعه کننده ای است که سند رو امضا کرد. با این کار به کلی جلوی جعل گرفته میشه و 100% به اسناد رسمی دیگه اطمینان کامل پیدا خواهد شد توی زمینه. پایان با خبرنگاران جوان. التماس دعا. خدا نگهدار.